بیرون اومده بالای دستگاه گرمیدهی پنهان شدن میخواست ولی نامبرده از آنجا به زمین افتاده پایش را میشکند. بعدی دستگیر گردیدن اعضای این گروه انگیزه و سبب و عامل های دست به جنایت زدن آنها آشکار و معلوم گردید. او سبب یعنی چی زال در رفت بودیم رازبر شده بودیم بچه های شخصی خطی رفتیم شخصی خطی میترویم و همون در ماشین پشت نزدیم و اومدیم خونه در پینهان شدیم و بالای همون کنسانه در باجه شده بودیم که همون تنکه کن که با چرا دیدم اومدیم زمین دازدیم. روزی 9 اپریل ساعت 19 شهروند بابا شریپوف الهام سال تولدش 1999 ساکنی کوچه فردوسی خواننده صنف 9 مکتب رقمی 24 با شهروند جوناکوف کامران استقامت کننده کوچه هویدولویف هنگامی در تالار ورزشی اسپیتامن واقع در کوچه فوچی قرار داشتن با مسئول تالار ورزش حکیموف ایرج مناقشه می نماید. درون زالن مطلب خوبونی کپوی بیزی بگا کپوی کالونه زالی ما هست تیراتور ما هست اونسا اما کارانتاش بود بالا کشم تو کشم برو می برم تو سم اون بدرو هم چیکن رو گرفتم با برو وارد شد ده کارانتار شما با کارانتارش قدی گاب زم ایسوس گاب لیشنی یک بیا گنده میچی تو خب پاگا بیه گاب بزنی. با تقاضای طلب ایرج بابت ترک نمودن تالار شهروند بابا شریپوف الهام سرپیچی نموده با تقایش بابا شریپوف حسن تلفن کرده از او کمک میپرسد. تقای در جای بیا تقای در میزل شست در میزل سیمتانه نباشه برم کمک کرد. شهروند بابا شریپوف حسن با همراهی رفیقانش حسینوف مهراج، مردف فردوس، داشتوف عبدالامون و دیگران به تالار ورزشی آمده با پشتیبانی از جیانش الهام با مسئولین تالار مذکور وارد بحث میگردد. آنها دغلانه با پای افزال بروی صحنه گوشتینگیری برآمده قصد لاتو کوب همدیگر را میکنند. دو نفر آمدن کراسوفی کردی بالای مرد برآمدن سرش را میکنیم ببروین میگیم ممکن است که کراسوفی در این زمان برآمدن تیتور ایمو های مولی بایفت درون دمه دویم اما وقتی زال می درویم نسکی ناو لباسوی ناو برای همی زال برای همی درویم که با ایدار بیرون شما کدیم ایدار برومدن دیگر زنگ زدن چکو کدن که موبای نمی دیسته در کدن یا که با دمو شما بچه های کلون آوار نگید بچه های مودن ندرویم با پتینکو تو ندرویم با پویازولو تو ندرویم اگر بولو این گلیم سال جرمون میشکیم توزا میکنم میند میکنم در جایی زال این سال جایی چیز های مشق های و یا مگر که نه این وقت وقتی ما هم مش میکنیم این سال و یا گردن غواسی میکنن چون چیز میکنن که بخ بخ بران قدشون چی میکنن مگر که ببرو این سال میبرو راشون ایسا مگر از شما بستم ما تلفن میکنیم من کسی میبیا با قدشون باید مگر برا کسی را تلفن میکنیم. بعدی آگاهی یافتن از آن که کارمندی میلیسیا در آنجا گشت و گذار دارد، جوانان آن مکان را ترک کرده، با تهدید کربرابرکنی در جای دیگر پراکنده می شوند. این جوانان از اخلاق و آداب دور و افباش طبیعت، بعدن به محله درواز به کوچه کنوری آمده، با مقصد قصاص گرفتن نقشه کربرابرکنی با گروهی دیگر را می کشند. آنها راننده های افتماشنه های مسافرکش، قهاروف دلیر، قربانوف شفکت، نعمتوف آیت الله و تویچیوف دلاور و کیرو نموده خواهشی با محله 61 بردن رو میکنند. آنها که با گروه این بچه ها شناسایی داشتند، درخواست این جوانان به شور آمده رو اجرا کرده، دلیر با مقصد پنهان داشتن قصد جنایتکارانه آنها رقم های افتماشنش رو با متا پنهان می نماید. بعد بردم موزه فرو برمی شوند. فرو برمی شوند. بعد دیگر تجمیز دید تیکر. ایموشین افرو. ماشین افرو آمدن بعد در ماشین افرو آمدن او این فرو آمدن همی یه پنج بیون رو گذاشت که بود دویدن شیشتن دویدن شیشتن هایک بعد در یک کدوم آمدن آمدن سویتفور یک کلخوزی رسیه را گفتن سرخ بزن نگذاشتن سویتفور دا ایستودم سویتفور صاف شد های کدوم راست میاسکمینت میاسکمینت در پیش سویتفور سویتفور را گذاشتن که اون من رو کده همش فرو آمد گره من خربانالی زنگ زد خب گفت با هم محله در روز بیو یا جوجان کم را بابا ما اومدم سه چور ادام شیشتن گرفتم بردم شما خیلی قربانانی با هم روی شما شیش یا نه؟ نه قدمه نشیشتن خب گرفتم بردم شما همون شستیک ای شستیک فرومدن شستیک دن در دن رفتن ای خفرشون فرومدن که وجه با ابراد نگریخته اومده استیان اومدن ماشین داشتن با هم خیلی گرفتم و واردم شونه در اونجا چی
پرداختم شما. در نزد معلی در روز دو نفری وان کرده خود. وان کرده اختان که بس خواهد. وان کرده معلی دخواه بیش نمیبرم تو مخلو. تو اختان که کم در روز بگیم دو کزگه نمیبرم میره این خود. خیلی سوده را چند لازه ای سوده که بعد اومدن. چند کز دیگه اومد؟ دو کزگه اومد. بعد مشنوی پشنگه اگه هم مشنوی دیگر بگیم اومد به چیز بگیم. هم های کنم دو کزگه اومد شیش اختان های کنم. اما های کنم رفتم در رفت سخوا در رست نمیم در اون نشد یا روی جنگ پن قبلی سر بگم همه دو معاملا برای چلیشش هم بعدی ما سرگذشتم ایستودم همونجا با به همونجا ایستودم این بچه ها چیزی گفتن نفهمیدم اوی سومده سر اومد که ابرا ندامشون شیشتن گفتن بیم مرابر او وردن در پشن محله او سیبه همون میسکر ندفر رو واردمشون خونه درام Соатҳои 22 ба 23 шаб гурӯҳи ҷавонон иборат аз 40 нафар аз маҳаллаи Дарвоз раҳора бо чӯбу оҳан ва корд мусаллаҳ гардида ҷониби маҳаллаи 61 дар кӯчаи 50-солагии Тоҷикистон ки Ҳакимов Эраҷ ва рафиқонаш онҷо зиндагӣ мекарданд равон мегарданд. Рафтум маҳаллаи 61. Хуб. Маҳаллаи 61 чӣ шон кардам? Уҷа рафтум ки вай дамуҷа будиан ака. ماشین زدیان او بچه را نیافتیان با سری بچه رفتیان ماشین زدیان هم او سپرینتر ماشین مرسیدس سپرینتر زدیان لبای شکافوندیان نول نواد نوها بالا شکافوندیان و اوجه برام دست زدن من نواد اومد ماشین اومد بکن رفتم خیلی دیدم که اوجه همه گره نکن هم یه تا نول چورده را زدم لبایشا با اوسته چی زدیش؟ با اوسته من تیروفکا از من ترافیک از کجا گرفتی؟ از دادون نمیشینم بود. شب خونه داشته گیم دوم ساعتی نبود. و چه از نام زدن که جان کرده گیم. من جام شدیستم بیو برافتیم جام شدیم. و بچه گفتن یه بیر زنی میریم. شاسیه. برافتیم شاسیه. زالده ماش میکردم بچه هم اونجا جان شدیم. بچ شب روزانه بگه بود با شو ساعتی دوزده خطی بچه جمع شدیم طرفی شست یکی میکراریم پیشی بزرگچه چلیشش ده من کردیم اونجا میانه دومو ده حرکت کردیم در اومدیم بعد امو اگرشدین پیشی امو گلوی امو پیشی بزرگچه چلیشش ده آهنو بدن اما آهنو را سنیمت کرده امو میانه دومو ده حرکت کردیم او آدم را نیفتیم بعد ماشین بگونه را زده لطکوب کردیم. گروه جوانان بشور آمده تحت رهبری دوشتوف عبدالامون در محله 61 ناحیه فردوسی که با مقصد کربروبرکنی یا به اصطلاح رزبور با حکیموف ایرج در اینجا وامی خوردند او را پیدا نکرده از حسیات اوباشی افتماشنه در کنار راه قرار داشته را با هر گونه آلاتی در دست داشته زده می شکنند. پیش از سنکه موندم وقتی اوزی وقت چیز میکنم اتفاقا نگاه میکنیم که هم رفت موشین آقا رفیق مزم موشین رفیق مزم اونجا شد با اون شرکت فوندم و آقا از کنیم دایدیم فرما دیم که دایم موشین ما بود سنشاب کنم با هم پارا خزدم این موشین ما که چون بوده مزنم نشکنم دیگه موشین هم گناه نداشت کنم خوش باش میکنم بزنم و خوشم خونه ای برادرم سیدی خب اونجا کنم تر آوازی جنگ فیلم تنسو کردیم که اونجا موشین را زدش کردیم یعنی موشین فرام زدیم شکستیم ما از افتماشین شما چی ضرر دیده است؟ یا بالون یا فریزر و کپوت دیده چون این عملی جنایت کرونا و حادثه ننگین هر فرد رو با اندیشه وادار می سازد که فرد و جامعه از نورسان و جوانان چی رو انتظار می شود؟ اوباشی که از کرداری به جمعیت و حیات آدمان خفناک به حساب می رود، امروز صادرشوی آن از جانب بعضی شهروندان به خصوص جوانان یک حادثه معمولی گشته است. نابالغان و جوانان، مکتب بچگان اکنون غرض و بدبینی و کربروبرکنی خود را نه براهی گفت و شنید، بلکه بولت و کوب و استفاده آلات ضرراور به عمل می برارند. خب از سنه 9 اپریل شبانه نقل کنید که شما را کی دعوت کرد؟ ما را دعوت همو قربان علی چی گفت؟ قربان علی اوکی حسن عبدال بخش میگن بختیار شعب دین داستان امیل دعوت کردن گن هموز چی گفتن شما را؟ مودا گفتن که بیا همو شستیک در باید برین بزنیم شما خب بعد چی کرده؟
و من من خستم و قطعی هم نرفتم ما آمده اون بچه های قطعی و فولیت نشان دادن نبودن ما ماشین رو زد نیمش کسی هم رفتیم دور بودن از تعلیم و تربیه، بی‌نظارتی و سهلنگاری بعضی والدین، عاقبت سبب چنین عمل و کاری نامطلوب و جنایتکارانه گردیده. در زندگی مشکلات زیادی را نه تنها پیش روی والدین می‌گرداند، بلکه به آینده خود گمانبران و جامعه نیز تأثیر زشت می‌رساند. وقتی فرزند تو مثال تو ساعت 10 شب به خانه حاضر نمی‌شد، شما خواتیر نمی‌شد؟ نه، خواتیر شدیم. خواتیر شدیم. تیز تلفن کردیم، دیر شد، همونجا شب میشینی سحر بر وقت می مکتب میری فرزندتون در مکتب انتظام از چی گونه است؟ دوامات از چی گونه است؟ بابا های چند می خونند؟ انتظام شکل معلوماش هست تو اینا سنفی نوی یکون زالب نمیده خیلی خوندنش کم تر سسته بابا های چند می خوند؟ بیشتر؟ حالا دو راو نمی خوندن سسته سه چور خوننده سنفی نوی ده بابا شریف الهام یکی از خونندگانی بد اخلاق گویم خطا نمیکنیم چون که در جهت دانش سوز دارد بابا های سه میخونند مایل دانش اندوزیش در سطح پست است یک چند مرتبه با همراهی من شخصا خودم همچون جانشین دیرکتر اوید با کاروی تربیه رهبر سینفش سازمان طلبگی مکتب با خونه اونها رفته بودیم پدر با بیبیش و با مادرش صحبت گذاروندیم اویدی ترتیب و انتظامی فرزندشون اویدی خونیششون خونیش همی خوننده که باباهای پست میخوند گفته اونها رو یک چند مرتبه با اونها صحبت گذاروندیم ولی متاسفانه سبب به فکر ما سبب در اون است که اول والدین رو تربیه کردن لازم است چون که والدین نسبت فرزند خود به پرواگی ظاهر میکنند وقتی که فرزندشون مایل به دانش اندوزی ندارد البته او به اوباشی به بهودگردی به جنایتکاری رو میآورد و رول اساسی رو در این پیشگیری اول در درجه باید که پدر مادر بازند باید که فرزندشون رو تربیت یان چون که در ساعت 11 شب یا 12 شب هستن برخی از فرزند و خوانندگان مکتب که در کوچه جمع میشوند البته در نصف شب وقتی که اونو جمع اومدن در فکر اونو فکر بد میاد در سری اونو اونو فکر میکنن که به هیچ گوه پدر مادری که نسبت فرزندش غمخور باشد از نماز شام این طرف فرزندش رو به کوچه نمیموند برامدن صادر گردیدن چنین یک جنایت وزنین و خطرزا از جانب گروه جوانان این از تربیه ناکامل خانوادگی و بی‌اعتنایی پدر و مادر آنها درک میدهد نوابسته از چنین رفتار و کردار نامطلوب این گروه جوانان پدر و مادر آنها جای سرخمی و شرمساری از فرزندان جنایت پیشه خود حمایت کرده مکتوب دستجمعانه نویستند که فرزندانشان را از جوابگری جنایتی آزاد و آنها را جواب دهند کجاست مسئولیت پدر و مادر و راهنمایی هدایت آنها برای تربیه فرزند که این جوانان با عمل و کردار جنایتکارانه خود و دیگران به مبلغ 600-700 هزار سومانی ضرری مادی رسانیده جای ضرر و خسارات رسانیده را پرداخت نمودن باز از فرزندان خود پشتیبانی میکنند. چنین طرز رفتار و مناسبت والدین در نسبت فرزندان فرد و آنها را برای دست زدن به جنایت های سنگین و وزنین مایل میسازد. مناقشه های گروهی عاقبت ناخوب دارند. در برابر به چندین نفر رسانیدن ضرر جسمانی مالی عیب و گناه ایشان در نزد قانون بیشتر است نگرفتن پیش راهی چنین عمل و کردار جنایتکارانه میتواند پیامد ناگواری را به بار آورد مؤسسه های تعلیمی تربیوی مسئولین مکتب و دانشگاه ها را ضرور است که کارهای تربیوی را در سطح لازمی بر عهده مانند برای من 33 نفر خواننده است از خوانندگانی هستم که اخلاق گوناگون دارم از جمله یکی از آنها سمامه افتیل شد که در مناقشه دستگیر شده است. خب دوامات همین نفر چیونه است؟ دوامات خواننده در درس ها بسیار قویب دارد، پرگلوش بسیار هستن. نه اونقدر اخلاق خوب دارد و در دوام حساب اگر حساب کنیم قویبوش بسیار هستن از چند به فنهای
درسی به های دو دوش دو چوریه چندین بار رفتم با پدر و مادرش با اپای و برادرانش در خونه اش. خب نتیجه نیست؟ نتیجه هست وعده میتیم که اسلام میشود اسلام میشود خیلی خوننده اسلام کنه کار به همین درجه رسید. نادیده گرفتن ارزش‌های عالی انسانی، خلق و اطوار نیک، رخت بستن حسی احترام و رحم و شفقت از وجود آدمان آنها را به یک مخلوق اداره نشونده مبدل ساخته است. بزرگان میگویند جنگ این کار حیوان است، زیرا آن عاقبت کار و عمل خود را درک نمی کند. پس انسان که یک مخلوق با شعور است و تفکر عالی دارد برای چی به یک دیگر ضرر می رساند؟ مادامی که جوانان و نورسان از خود درک مسئولیت و جوابگری را در نسبت کار و عملهای بد نشان نمیدهند، پس چرا والدان شخصان کلانسال خاموشی اختیار میکنند؟ در خانه و کوچه، اداره و مؤسسه و جایهای جمعیتی باید به آنها نادرستی رفتار و مناسبت و پاداش کارهای ناشایسته را فهمانید تا از انجام دادن عملهای نامطلوب دست کشند. حیات روز از روز مرکب و پیچیده تر می گردد. اگر پیش روی چنین عمل و کردارهای جنایتکارانه گرفته نشود، کی می داند فردا چی قسمت و پیامد ناگوار جامعه را فرا می گیرد؟ رخ دادن چنین جنایتهای گروهی که به حیات و سلامتی آدمان و فناشوی مال و اشیاهای شخصی و جمعیتی تهدید آور است، اهل جامعه را وادار می سازد که در تربیه و نظارت فرزندان و نزدیکان خود بی‌طرف نباشند، چون که سبب و عاملهای با وجود آیی چنین عملهای جنایتکارانه این از بی‌طرفی و بی‌اهمیتی اهل جامعه درک می‌دهد.